و با استعانت از پاره جگر و عصاره وجودش راهبر و مقتدای عقیدتی و تاریخیمون سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام نتیجه عملیات البته در فراتر از همه محاسبات معمول به اراده و مشیت خدا برمیگرده، اما تا اونجایی که به ارتش آزادی بخش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره، پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. حتی اگر چون لحظه فرنوشت مثل شب 3 خرداد، مثل روز پرواز، مثل عزیمت به اینجا فراتر از همش، حتی اگر هیچ نمی داشتیم الا کلاش، باز هم فرماندهی کل می گفت برویم. درک عظمت تصمیم گیری برای عملیات فروغ جاویدان بستگی داره به این که ببینیم و بدونیم که اونا برای چی تصمیم گیری کردن. در گزارش نهایی ارتش آزادی بخش درباره این عملیات بزرگ که روز 8 شهریور سال 1367 منتشر شده اینطور میخونیم: به دلایل متعدد سیاسی و استراتژیک قرار بر این بود که در شرایط تعیین کننده و سرنوشت ساز موجود، پیشروی نیروهای ارتش آزادی بخش به منظور هدف قرار دادن قلب دشمن در تهران و سرنگون کردن دژخیم جماران بدون وقفه تا هر کجا که میسر باشد ادامه یابد. رهبری مقاومت از جلد کرده بود تا راه پیشروی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی رو از میان طوفان‌های سهمگین نظامی و سیاسی باز کند. اتخاذ چنین تصمیمی مستلزم آمادگی برای پرداخت سنگین‌ترین بها و پذیرفتن خطیرترین ریسک‌ها بود. تصمیم گرفتن برای چنین عملیاتی البته کار سهل و ساده‌ای نبود، زیرا که میباید تمام دار و ندار رو در طبق اخلاص به خلق قهرمان ایران تقدیم کرد. به خصوص برای خود من این تصمیم گیری ضمناً دارای بالاترین ریسک و خطر هم هست و باید همه چیز رو یک بار دیگر، تمامی سازمان آلترناتیو ارتش آزادی بخش رو مایه گذاشت. برای خود من مشکل تر از تقریبا تمامی تصمیم گیری های این دوران از زمان شاه به بعد بود، زیرا که میباید همه عزیزان، برادران، خواهران، سازمان، ارتش آزادی بخش، همه رو یک بار دیگر ازشون دل بکنن تا خدا که بخواد.